امروز اومدیم سراغ لوکس ترین فرانسوی موجود تو بازار ایران، دی استون کراس بک. سلام، من مهدی امام‌خانی هستم، اینجا اتاق گالری صابری و اومدیم سراغ دی اس 7. قبل از اینکه راجع به این ماشین بهتون توضیح بدم، باید بدونیم که اصلا دی اس از کجا اومده، چون شاید یه اسم ناشناخته به گوش خیلی از ماها باشه که اصلا این برند از کجا اومده، مال کجاست. دی اس در واقع از سال 2009 شکل گرفت، زمانی که پی اس ای یا همون اتحاد پژو سیتروئن تصمیم گرفتن که خودروهای لوکسشون رو با یه اسم دیگه کلن تولید کنن، کاری که سالهای قبلش هوندا با برند آکورا کرد، تویوتا با لکسوس کرد، نیسان با اینفینیتی کرد. اینا هم دقیقاً تصمیم گرفتن که همون مسیر رو طی کنن و خودروهای به اصطلاح پریمیوم تولید کنن که بتونه با آلمانیای مثل بنز و بی ام و آودی رقابت کنه. دی اس مخفف جمله دیفرنت اسپریت که میشه معنیش مثلا به انگلیسی میشه روح متفاوت، یعنی اصلا اومدن یه سری چیزهای لوکس تولید کنن. اما این کمپانی که تشکیل دادن دی اس شاید چند تا ایرادات داشت. یکیش اینه که پلتفرمی که برای مثلا این مدل دی اس 7 استفاده کردن به این چون مختص به این برند دی اس یا حتی این ماشین خاص نیست. پژو سیتروئن اومد یه دونه پلتفرم تولید کرد، روش فله ماشین تولید کرد، دی اس 7، پژو 5008، سیتروئن C5 و مدلی از فولکس واگن روش زدن دیگه. واسه همین شاید از نظر سگمنتی یا از نظر پلتفرمی و شاسی حرف خیلی برای گفتن نداشته باشه. بعد دی اس 7 هایی که وارد ایران شد قرار بود تو مدل های مختلف بیاد، اما توی دو تا مدل اوپرا و ریولی وارد شد که معمولاً از نظر آپشنی اوپرا چند تا آپشن از این نوع مدل‌های ریولی بیشتر داره. این ماشین هم ریولیه. ریولی توش چرم طبیعی داره، بعد به خاطر اینکه چرم طبیعی داره گرم کن صندلی و ماساژور نداره. اوپرا ها چرمش چرم طبیعی نیست، به خاطر همین گرم کن صندلی و ماساژور دارن. حالا بعد انتخاب کنه دیگه، چرم میخوای یا گرم کن و ماساژور. من باشم گرم کن ماساژور برمیدارم، چرم نمیشه. دی اس 7 برای اولین بار سال 2017 معرفی شد توسط برند دی اس و خب یعنی اینی هم که ما اینجا داریم نسل اولشه، هنوز رو خط تولیده، بعد هنوز نه فیس لیفت اتفاق افتاده نه هیچی، هنوز در همین حاله. اون اول هم که وارد ایران شد برچسب قیمتی 400 میلیون تومانی داشت، ولی سریع خودشو به باشگاه میلیاردی ها رسوند و الان هم که بالای تقریبا 3 تومن قیمت داره. حالا باید بریم ببینیم که میارزه این مبلغ براش یا نه. یکی از باحالترین المان‌های ظاهری که توی دی اس 7 کار شده این چراغای جلوشه. بیا جلو بگیر این چراغا رو. خیلی قشنگه، یه حالت بنفشتوری هم داره دیگه. دی اس اومد تمام تکنولوژی و علمش و هر آنچه که میدانست رو توی دی اس 7 پیاده کرده. حالا خیلی چیزایی داره که خیلی فرانسوی‌های دیگه ندارن، باید ببینیم که آیا اصلا دی اس میتونه اون رسالت پژو سیتروئن رو به یه نتیجه برسونه یا نه، چون خیلی از برنده اومدن نسخه های لوکس بقیه بشن اما کارشون ادامه پیدا نکرد. اصلا باید ببینیم که دی اس چقدر دووم میاره. ببین اصلا سیستم توش بذارم میزون کنم، چقدر صوت کنه میکنم، اونم برقیه. به شدت گرافیکش به حال اینجا رو بگی کامل معلومه. نگاه کن اینو مانیتورش داره میچرخه، میگه استوپ و تورپاتو بذار رو ترمز، بعد نگاه کن همه اینا خاموش روشن میشه. چه گرافیک باحالی داره. آقا بریم یه توضیح راجع به توش بهتون بدم، اما قبل از اینکه بخوام کلا توضیح بدم باید ماشین روشن کنیم، چون همش هم مانیتور تشکیل شده. ولی زمانی که من دارم روشن میکنم دو تا نکته رو شما باید دقت کنید، شاید هم سه تا.
یکی این ساعتی که اینجاست و ساخت شرکت بی آر ام ژاپن بی آر ام فرانسه است. یکی لودینگ پشت این مانیتوره و یکی همین لوگوی خود دی اس که خاموش روشن میشه. حالا من سعی میکنم تو ویدیو یه جوری بذارم که قشنگ هر ستاش واضح بیفته. بریم که روشنش کنیم. بعد این دکمهش هم باید نگه داریم. بزنی روشن نمیشه. آقا طراحی توی این ماشین واقعا چیز متفاوت و قشنگیه. اصلا این دکمه ها، کلیدا، نوع مانیتورش، در کل نمیدونم اونایی که الان قبل با منن میدونم من با این مانیتور مشکل دارم. این چیزی که همه چی روی مانیتور باشه و برای کم و زیاد کردن کولر شما چیز دیگه ای نداشته باشی، یعنی تصویر دیگه نداشته باشی، من باش مشکل دارم. این مانیتورم تقریبا مثل سیتری میمونه، مال سیتروئنه. حالا اینکه دمای هوا کجا بیاد، ولی گرافیکشو ببین، این الان شد از هر سه جا باد میاد. حالا خاموشش میکنیم، صدایی میده چی گرافیکه اینجا. اوه اینجا رو میبینی؟ نه واقعا لذت بردم، ولی من میگم که بذار خاموشش کنیم. چجوری خاموش میشه چیزش؟ اوه آها، این مال تنظیمات کولر ردیف عقبه که میشه اینجا خاموش روشنش کرد. ایر کاندیشنشه که بازم میتونی خاموش روشنش کنی. کلن خیلی آپشن های جالب داره. آها قفل پنجره های عقب اگه اشتباه نکنم. ببین پنجره تو میتونی باز کنی الان از عقب؟ نمیتونی. آها اینه، اینجا قفل میکنه، جالب بود. بعد دیگه یه ای سی ماکس رو فقط آها آها کمه کمم کنی خاموش میشه کلن. بعد اینجا رو ببین چه چیز عجیبی دیدم. اینو الان خاموشش میکنی این قرمز میشه و هر کدوم اینا رو که بزنی فکر کنم آره یا علی خیلی خوب. آها اصلا با همینم آف میشه، نیاز نیست تا آخر کمش کنیم، حواسمون نبود دیگه. این نمیدونم چی کار میکنه، چی میزنم. آها این بود. ببین کلا ماشین گنگیه، یه ذره عجیبه برای ما. این تنظیمگر رنگ پشت این مانیتوره که با خودش این میگه که حالا به صورت کاشمر باشه، فکر کنم اگه درست بخونم، یه حالت آبی، یه حالت نقرابی داره یا تیتانیوم قرمز. میبینی قرمز شد، این پشت آمپر هم قرمز میشه، همین چیزا رو داره. بعد میتونی بری تو ستینگش، این رو اینا میفته، رو دریا رو بگی، اینجا رو ببین، میبینی؟ اینجا من نورش رو بذار تا ماکس ببرم. میبینی؟ اینجا یه نوری یک کم و زیاد میشه، حالا به صورت جداگانه دوباره اصلا خاموشش کنی محو میشه. چه ببین کیفیت داخلش نمیشه گفت بده، نمیشه گفت خیلی خوبه، خیلی خوب نه. یعنی این که هدفش اینه که اومده با آلمانی رقابت کنه، از نظر من نمیتونه، کارش نی. ولی کیفیت خیلی خوبی داره، اصلا این مانیتور گرافیک خیلی خفنی داره، واقعا لذت میبری از استفاده کردن از این مانیتوره. حالا اینم سیستم پخش موزیکشو همه اینا. بعد اینو نگاه کن، اینم برای کم و زیاد کردن صداشه، یه حالت باحالی داره. خاموش. آها بعد یه اپ هم داره مال خودش که میتونی رو گوشی نصب کنی و ماشین رو کنترل کنی. حالا یه دکمه های اینجا، این برای همون قفل کردن شیشه عقبی که از اونجا بود میزنیم. آره دیگه اینقدر کم رنگه. آره همونه. بالا پایین کردن شیشه هاست، چیز خاصی نیستش، اینا برای قفل کردن دره. ترمز دستیش، مودهای رانندگیش که تقریبا اگه اشتباه نکنم هفت مود رانندگی داره که واقعا نمیدونم به چه دردی میخوره. هفت مود رانندگی، یه سری چیزاش هم مثلا تا حالا ندیدم من، یه سری چیزاش قابل فهمه ولی یه سری چیزاش نه، که حالا خیلی هم کاری به اونا ندارم. بعد دندش، ببین یه دکمه این بغل داره، میگیری مثلا میاری N یا میبری R، اینم میزنی میره رو منوال. آن بذار بیارم دی، این میره رو منوال، میاد رو شیفترهای پشت فرمون، میزنیم پارک.
یه حالت بی ام و تقلیدی داره فکر کنم، ولی من نمیدونم چرا این ماشین شیفتر پشت فرمون میخواد، خیلی رایی نمیره. بس صاروفش رو ببین، یه صاروفه دو تیکه داره که فقط این قسمت جلو باز میشه و با کلیدهای اینجا باز و بسته میشه. این پردشه، اینم مال خود شیشه صاروفه. و منو ببین، نشون میده راننده نشسته و کمربندش رو نبسته. نگاه کن الان کمربندش رو ببندم، رفت. این کمربند رو باز کنی به صورت مجدد میگه که راننده کمربندش رو نبسته. خب آقا نگاه کن، برم بزنم خاموشه. شما ساعت رو ببین، کیلومتر هم ببین. این ساعت کیلومتر همزمانی رو دیدی؟ آره، آفر. خب آقا یه توضیح کلی برای کم و زیاد کردن موسیقی و دیگه کلن دستورایی که حالا این SRC میگه، آقا مثلا از روی رادیو بخونه، از روی چی بخونه، آهنگ که داره میخونه رو، همه این دستور کلن برای تنظیمات این مانیتور هست. اینم برای بالا پایین کردن تنظیماته. مثلا ببین، معلوم نیست رو دکمه‌اش خیلی چی زده، یعنی باید به مرور زمان حفظ بشه قضیه رو، ولی نسبت به یه فرانسوی به شدت لوکس و باحاله. این که بخوام حالا بگم بده و اینا نه، ولی در حد رقابت واقعا با آلمانیا نیست. شاید هم باشه ها. ببین مثلا ببین اونجا رو ببین، لکسوس NX، ولوو XC60، جفتشون رقیب این ماشینن و باید بگیم توی این ماشین از هر جفت اونا خیلی خوش‌طراحی تر، بهتر و شاید حتی پر آپشن تره، ولی با کیفیت تر نیست. توی لکسوس خیلی از این با کیفیت تره. ولی ببین اینجا مدلاشون هم اینجا می‌نویسیم، یعنی الان نوشته ریولی. خب آقا نایت ویژنش هم ببین، الان اینجا باید نمایش بده. خب ولی اینا میگه که وقتی حیوانی، آدمی، چیزی بیاد وسط راه بهتون آلارمش رو میده. بعد شما میتونی که این تنظیمات این پشت مانیتور رو هم عوض بکنی. مثلا میارمش روی نمیدونم این، آها این مثلا مینیموم دقیقه رو همین بود دیگه. مثلا میتونیم بیارمش روی، مثلا بیارمش روی نویگیشن که البته تو ایران کار نمیکنه، و میاریمش روی این دیالز، همین معمولیشه. مثلا نگاه کن گاز میدی اینجا دور موتورش اینجا میره بالا، خیلی باله. نه چند تا چیز راجبش بهتون بگم از این بر. نگاه کن صندلی کامل برقیش، راننده مموری صندلی، و اما کروز کنترل 206 همونه، قشنگ سیستم همونه، یه ذره بروزش کردن. یعنی ما ایرانی ها خیلی با این غریبه نیستیم. بیا از اینجا قشنگ میفته فرمونش انقدر بازه، قشنگ مال 206. حالا یه ذره بروزتر و بهتر دیگه. آه اینجاش هم بگی، این دکمه صندوقشه، دوبار بزنی صندوق باز میشه و آینه ها از اینجا تنظیم میشه و یه جای وسیله اینجا داره. یکی از نکات منفی که واقعا این ماشین داره اون همه صندلی راننده فول. بیا جلو، صندلی شاگرد همه از این هندلی کامیونی هست. بعد برای اینکه کمرش رو جابجا کنی، مثل این نمیدونم چی آخرین بار من دیدم از این هندل های اینجور داشته، این پژویا قشنگ، یعنی هندل باید بزنی که کمرش صاف شه. و بازم عقب جلوش هم دستی نیست، همون زیر هم چکار میکنی؟ چقدر میشد یه برقه این؟ صندلی عقب برقی، راننده 56 حالا برقه داره، باید هنها هندلی کامیونی هم هم ردیف عقب. بذار یه لقه جا بیفتم. اوه چقدر، شاید یه تنظیماتی داره که من نمیدونم. من یه سوال از شما دارم، این مگه جاش پشت گردن نی؟ اسمش پشت گردنیه دیگه، جا تو کمره چجوری میاد بالا؟
آها بسم الله. یعنی فابریکش به درد نمیخوره، ولی اگه زر دستکاریش کنی خیلی راحت نی. ببین این که نراحت باشه ها، ولی راحت هم نیستش. ردیف عقبش فضای پای خیلی خوبی داره، نوع صندلی‌هاش ناراحته یه ذره. هر چی جای راننده راحت، صندلی خوب، عقب ذره صندلی خشک. و خب یه تهویه ردیف عقب داره. بعد دیگه آها اینجا رو ببین، خب نشون بدم. اینجا دو تا دونه کلید داره، یکیش برای شیشه هاست. این حالا این چی کار میکنه؟ آخ الان برق ماشین رو قطع کردم. اینا ها به خاطر این نگاه کن، میشه اینو میبینی کم و زیاد کرد. آها موقعی که پشت فرمون بوده اینا قطع کردم، ولی خلاصه خواستم نشونتون بدم داره، گرافیکش هم خیلی باحاله. و اون کلیدی که بهتون گفتم، این پشت کمره منو ببین، شما میتونی پشت کمره تو برقی تنظیم کنی. ولی صندلی شاگرد هندلیه، تو که برای این میبینی چقدر میاد جلو، میتونی دوباره برش کردی عقب. ایناش خوبه، ایناش باحاله، ولی حقیقتا این که صندلی یه چیز رو نتونستم درک کنم، صندلی شاگرد رو. ولی راحت هم نیست اونقدری فرده بشه. چرا میدونم؟ آره این از اینا رو آرمرستش هم خیلی با کیفیت نی، بیشتر یه ماشین جنگولک بازه، میدونی؟ خیلی اومده به قیافش رسیده، به ظاهرش خیلی رسیده که تو خیابون میری همه نگاه بکنن، ولی از باطنش شاید خیلی خبر ندارن. ولی این نکته بزرگی که هست، سواریش از رقیباش مثل انیکس و تیگوان به شدت نرمتر و راحتتره خیلی. و یه نکته دیگه هم هست، این که این سویچ اگر بیرون از ماشین باشه، ماشین به هیچ وجه خاموش نمیشه. این سویچ رو من برام خاموش کنم ببینم که طبق اعلام کارخونه نباید الان خاموش شه. راست میگه، ارور میده، خاموش نمیشه حتی با فاصله خیلی کم. آره نزدیک شدی، الان اینجا خاموش شد، ولی در این فاصله که اینجا وایستاده بودی بوق میزد ارور میداد. از اونجا خاموش نمیشد، از اینجا خاموش میشد. خوبه، انقدر فاصله هم قبوله. خب آقا اینم سویچش رو نگاه کنی، این شکلی باز، نه ببخش بس باز، اینم در صندوق. آها برگشتش چی بود؟ نزنه تو سر مرمو. ببین صندوقش خیلی بزرگ نیست اصلا، من فکر می‌کنم خیلی صندوقش بزرگتر باشه، ولی خب نیست دیگه، صندوقش معمولیه. مال انداز و ابعاد خودش خوبه صندلیش، ولی بخوای حساب کنی که بگم هم صندلی، راست میگی صندوقش برای ابعاد خودش خوبه، ولی اینکه خیلی بزرگه بتونی خیلی کارو باش بکنی نه. من مثلا من وسیله دستم میام، دستم داره خسته میشه کم کم. آها این ورشه، راست می باز شد. چرا برمیگرده؟ اوه نه، زیرش واقعا هیچ خبری نی. مگه نه ساخته با بنز و بیم و رقابت کن، چرا این شکلیه؟ نه همیشه اینجا با بیل و زدن زیر وسایل و ریختن توی من میگم بذار بسته باشه. شاید بزرگترین نقطه ضعف DS7 همین موتورشه، با موتور پژو 2008 یکیه، یه موتور 1.6 لیتر 4 سیلندر توربو شارژه که میتونه 169 اسب بخار قدرت تولید کنه، که البته ماشین ریمپ شده و تا 190 اسب بهتون قدرت میده و توی 9.9 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسه. 1425 کیلوگرم وزن داره و
و خب بخوای با رقیباش مثل تیگوان، انیکس، ایکس تیری اینا مقایسه کنی، از نظر موتوری هیچ حرفی برای گفتن نداره واقعا. عجیبه. ولی خب اول کار DS دیگه، چند سال مگه داره کار میکنه؟ بعد بذاریم ببینیم که در آینده میخواد چه اتفاقی بیفته. اما حالا اینو ولش کن، از نظر موتوریش رو که حرفی برای گفتن نداره، خب راجع به چراغاش براتون بگم. این زیر اینو ببین، اینجا این معلومه، این یه دوربینه که چی کار میکنه. این دوربین، این ماشین چراغ‌های تطبیق پذیر داره. خب میاد این چراغ‌ها رو بر اساس سرعت و شرایط رانندگی شما دیدش رو تنظیم میکنه. مثلا تنظیمات بارانی داره، جاده‌های شهری داره، یعنی زیر 50 کیلومتر یه دید داری، جاده یعنی اتوبانی داری که 50 تا 110 کیلومتره، و جاده بین شهری که از سرعت 110 کیلومتر به بالا کلن تنظیمات این چراغ به صورت اتوماتیک فرق میکنه. هم پرتاب نورش و تمرکز نورش، یعنی هرچی شما سرعتت بره بالاتر این نور اینجوری بیشتر جمع میشه تا تمرکز شما ثابت بمونه برای نسبت به این نور. کلی بخوایم بگیم داره خوب تلاش میکنه دیگه، باید ببینیم که در آخر به کجا میرسه بابت این چیزا. خب ایراد خاصی نمیشه ازش گرفت، به این مقصد طراحیش بعد زشته. بزرگتر ایراد این ماشین موتورش نسبت به رقباشه و اینکه این ماشین دیفراسیل جلوه، تک دفه، باز نسبت به رقباش دارم میگم. کلا شاسی بلند دف جلوه، ذره نچسبه. بله، ولی خب طراحی خیلی خوشگلی داره، توش خیلی خوشگله، تا جایی که شده کیفیت گذاشتن. ولی خب به خاطر کمبود وارداتش، قطعاتش کمه، خدمات پس از فروشش کمه. ولی خب بزرگترین چیزی همونه که تک و خاصه دیگه، شاید دیگه اصلا پیدا نکنه، خیلی کمه. اصلا گرافیک چراغاش واقعا بی نظیره. این ماشین طراحی بیرونیش واقعا معرکه است. در آخرم مرسی که تا آخرین ویدیو همراه ما بودین. اگر ویدیو DS خوشتون اومده، دارین تو اینستاگرام میبینین، لایک و سیو و شریعتون نره، ترجمه برین تو یوتیوب ببینین. برای شما یه VPN روشن کردنه، ولی برای من خیلی فرق میکنه. بازم ممنون از مجموعه صابری که این ماشین رو برای فیلم برداری در اختیار ما قرار دادن. مرسی.